امروز نگاه من به این رسانه برای اینه که میبینم که این گونه دچار مشکل مالیه. به یاد میارم روزهای اول افتضاح 57 رو، به خاطر دارم که چگونه ما فراموش کردیم که پهلوی ها بنیانگذاران ایرانی نوین بودند و انسانهایی بودند که برای آزادی و پیشرفت این مملکت زحمات زیادی کشیدن. این دو ابرمرد تاریخ ایران، محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه بزرگ، به تنهایی نتونستن این کار را انجام بدن. اونها رهبری یک نهضتی بودن، نهضتی که برای پیشرفت ایران کار میکرد. اگه ما فقط از رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی میگیم، دال بر این نیست که عقیده داریم که اونها به تنهایی همه کارها را انجام دادن، ولی اونها بنیانگذاران یک نهضت و نگاهبانان یک نهضتی بودن، نهضتی که آرزوش تجلی ایران، آرزوش پیشرفت ایران و آبادی ایران بود. بنابراین اگه کسی هم امروز مانند بعضی ها به این دو ابرمرد تاریخ ایران حمله میکنه، مقصودش فقط پهلوی ها نیست، مقصودش نیاکان، پدر بزرگ و مادر بزرگ من و شماست. نیاکان ما، حالا بعضی هاتون شاید جوودتری، شاید دو نسل یا سه نسل قبل از شما در خانوادتون در دوران رضا شاه زندگی میکردن، اونها با دستهاشون و با عشقشون به ایران، با دانششون، با دستهاشون، با قلبشون، با جان و روانشون این کشور رو ساختن در دوران پهلوی. و اگه امروز کسی به اون دو ابرمرد حمله میکنه، مطمئن باشید که حملهش به خانواده شما، به نیای شما، به پدر بزرگ شما، به پدر و مادر شماست. دشمنی با پهلوی ها دشمنی با پهلویسمه. من بارها گفتم پهلویسم یعنی پیشرفت، آزادی، حق رأی زنان، نگاه ایران محوری به دنیا، نگاه ایران محوری به سیاست، نگاهی که آرزوش برتری ایران و والایی ایران و پیشرفت آبادانی ایرانه، نگاهی که پر از عشق، نگاهی پر از مهر به این سرزمین. پهلویست آن غرور جشنهای 2500 ساله است. پهلویست اون روزهای شاد پیش از افتضاح 57 که دختر و پسر ایرانی دست به دست همدیگه راه می رفتن. پهلویست در خیابونهای تهران، در خیابونهای شهرها دست به دست هم. پهلویست اون دورانیه که در کرانه های دریای کاسپیان، دریای شمالی ما، دریای مازندران، چه زنی که محجبه بود میتونست بره، چه کسی هم، چه زنی که لباس آبتنی، لباس چی میگن، مایو بتنش داشت، آزادی بود. پهلویست یعنی این که شما به عنوان یک ایرانی مجبور نبودی نام خودت رو عوض کنی وقتی به خارج از ایران میرفتی تا خجالت زده نشی از رفتار احمدی نژاد. در دوران پهلویست مخالفین پهلوی ها هم به ایران برمیگشتند و در ادارجات ایران کار میکردند. امروز ما شاهد فرار بزرگ از ایران هستیم، فراری که در طول تاریخ پس از حمله تازیان شاهدش بودیم و بسیاری از ایرانیان به هندوستان و جاهای دیگه دنیا پناهنده شدند. ما شاهد این فرار در دوران قاجار هم بودیم. من دوستان عزیز کتابی رو معرفی کردم، برنامه روز جمعه ام ایاتون باشه، درباره تاریخ احزاب سیاسی در ایران. و در این کتاب عرب دوستان آگاهی قشنگ که خودشون از کارت های توده بودن، قشنگ در این کتابشون نشون دادن. شاید بعد روز دوشنبه خودم از اون کتاب براتون خواهم خوند که نشون میده که در اواخر دوران قاجار ایران کارگر صادر میکرد. یعنی چی کارگر صادر میکرد؟ نیروی تعلیم ندیده انسانی، یعنی نیروی بازو صادر میکرد به کشورهای منطقه. چرا؟ چون در داخل ایران بیکاری بود. 7000 کارگر ایرانی فقط در باکو کار میکردن. در بحرین، در کشور عثمانی، خلافت عثمانی، ایرانیان به عنوان کارگرهای ارزان استخدام میشدن و انگلیس ها هم که در جنوب ایران شرکت نفت داشتن و به ایران از سود بالایی نمیرسید، مدیریتش با خارجی و اجنبی بود، در اتوبوس های مثلا شرکت نفت اون زمان ایرانی حق سوار شدن نداشت، تبعیض نژادی بود در رستوران‌هاش، در اتوبوس‌هاش. در اونجا ایرانی به عنوان کارگر بس اجیر شده‌ای که هیچ حقی در مدیریت این شرکت نداشت استخدام می‌شد، فقط به عنوان پوزش می‌خوام از این واژه‌ها، ولی این گونه ایرانی را نگاه می‌کردند، به عنوان نیروی حیوانی. فقط زور بازو، اون هم در بدترین شرایط و پست‌ترین اهانت‌ها رو به ایرانیان در اونجا انجام می‌دادند. این وضعی بود که ایرانی داشت و
میگم در طول تاریخ چند بار این اتفاق برای ما افتاده. زمانی در دوران حمله تازیان و خلفای اسلامی ما موالی بودیم، برده بودیم، موالی بودیم، بنده درگاه خلافت اموی و عثمانی بودیم، این گونه به ما نگاه میشد. درجات مختلف، یا رسما برده بودیم، یا اگر بعضی ها مسلمان شده بودن به اونها موالی میگفتن. خیلی دیگه مثلا نزدیک میشدن به ما، میشدیم بنده درگاه خلافت. و یادمون نره برمکی ها که خانواده ایرانی بودن به دست خلفا همه قتل عام شدن. فضل ابن سهل که روزی نزدیک به درگاه خلافت اموی مأمون بود با خانوادهش قتل عام شد. در این قتل عام ها ما شاهد بودیم کینه‌ای که تازیان به ایرانیان داشتن. منصور عباسی و برادرش به اصطلاح حق ابو مسلم با کف دستش گذاشتن، چگونه گردنش رو زدن. ما در تاریخ شاهدیم حتی اون افشینی که به بابک خیانت کرد، به ایران خیانت کرد، خودمون افشین رو هم خلیفه عباسی کشت. در تاریخ ما شاهد این مسائل بسیار بودیم. این اتفاق در دوران قاجار تکرار شد و امروز در دوران جمهوری اسلامی هم تکرار میشه. پهلویسم دورانی بود که دوران بردگی و بندگی ایرانی نسبت به اجنبیان پایان پیدا کرد. در دوران محمد رضا شاه پهلوی کارگر ایرانی به عنوان نیروی انسانی فروخته نمیشد به کشور همسایه، بلکه ما کارگر وارد میکردیم، چون ایرانی دیگه لازم نبود که جلای وطن بکنه برای اینکه بتونه نون شبش رو در بیاره. پهلویسم دورانی بود که پر از امید و آرزو بود. امروز که شما در ایران زندگی میکنید و شاهد اون هستید که جوانی که به دانشگاه میره میدونه پس از اتمام تحصیل کاری پیدا نمیکنه، جوانانی که عاشق هم میشن میدونن که شاید سالها نتونن یک خانواده تشکیل بدن به خاطر عدم داشتن شغل و مسائل مالی، امروز در دورانی زندگی میکنیم که دلار 2000 تومان شده، 2000 تومان دلار شده. و شما فقط نگاه بکنید، چند سال پیش دلار 1000 تومان بود، الان شده 2000 تومان. یعنی دو برابر قیمتش اومده پایین، قیمت تومان نسبت به دلار. ارز ایران سقوط کرده. ارز ایران روزی دلاری 7 تومان بود. دلاری 7 تومان، نه 70000 تومان، نه 70 ریال. شما با 7 تومان یه دلار میتونستی بگیری. امروز با 2000 تومان. فکر کنم اگه جمع و تفریقم الان حضور داشته چیزی نزدیک 290 برابر ارز ایران سقوط کرده. اشتباه که نمی کنم، 3 ضرب در 7 میشه 21 و 300 ضرب در 7 هم میشه 2100. حالا اگه بگیم 2100 تومن یه دلار، در ایران تقریبا میشه گفت 300 برابر ارزش قیمتش پایین اومده. و فراموش نکنید یه چیزی رو شما بگم، چون من در اروپا زندگی میکنم، قیمت دلار زمانی که حدود 20 سال پیش اون موقع مارک بود و اتریش شیلینگ بود واحدش و واحد پول آلمان مارک بود و اتریش شیلینگ بود و شیلینگ اتریش و مارک آلمان به همدیگه پیوند داشتن و به عنوان واحدهای سنگین، واحدهایی که خیلی سعی میشد بانک مرکزی این کشورها کاری بکنه که ارز این کشورها ثابت بمونه. و من یادمه که حدود 20-25 سال پیش شما دلار قیمتش، شما با 1 دلار 24 شیلینگ میگرفتید و بعد هی دلار قیمتش اومد پایین، قیمت دلار اومد پایین، شد چیزی نزدیک 14 شیلینگ. من قشنگ یادم، یعنی خود قیمت دلار هم در این 30 سال، در حدود مثلا سال 1984-85 حتی، حدود 30 سال پیش، قیمت دلار نسبت به امروز ارزشش به عنوان واحد پول کم شده. اینو فراموش نکنید نسبت به 30، یعنی حدوداً زمانی که 30 سال پیش دلار از لحاظ یک ارز قدرت بیشتری داشته به امروز. حالا این دلاری که ارزشش اومده پایین در طول 30 سال گذشته نسبت به 30 سال گذشته، این دلار اون زمان دلاری 7 تومان بود، امروز شده 2000 تومان. یعنی نه فقط در رابطه مستقیم ارز ایران با دلار، ایران ارزش 300 برابر کمتر شده، ولی چون دلار هم خود ارزش چیزی بین 2 برابر تا 1.5 تا 2 برابر قدرت خریدش پایین اومده، شما باید این 300 رو ضرب در 1.5 یا 2 بکنید تا بفهمید واقعا واحد ارزش پول ایران حتی بیشتر از 300 برابر کمتر شده، بلکه چیزی نزدیک 450 تا 600 برابر قدرت خرید ارز ایران پایین اومده. تصور بکنید چه بر سر اقتصاد ایران اومد. پهلویس اون بود که واحد پول ایران، یکی از
معتبرترین واحدهای پول جهان بود. پهلوی یعنی این که شما از هر خانواده و قوم و زبانی هستید در ایران شرایط مساوی داشتی که وارد دانشگاه بشید. امروز ما در دانشگاهمون دو طبقه از دانشجوها داریم، به اصطلاح آقازاده آخونزاده ها و وابستگان به درگاه خلافت اسلامی و از این سو انسانهای عادی که از خانواده های غیر وابسته میاد. امروز شما در ایران در ادارجات و وزارتخانه ها با دو دسته از کارمند و مزبگیر دولت روبرو هستید، یه دوست همهای عادی و معمولی که برای نون شبشون دارن کار میکنن و یک عده که وابسته وزارت اطلاعات هستن. این آپارتاید رو شما در تیم‌های ورزشی ایران مشاهده می‌کنید. این آپارتاید رو شما در گروه‌های هنری، این آپارتاید رو در تمام زوایای جامعه ما می‌بینید. پس دوران پهلوی دوران یک جامعه بی طبقه بود. نه بی طبقه که اختلاف مالی وجود نداشته باشه، ولی در رابطه با دولت، در رابطه با ارتباط مردم با دولت، در برابر تساوی در برابر قانون جامعه بی طبقه داشتیم. و امروز آنهایی که مثل مجاهدین خلق، مثل مسلمانان مریدان علی شریعتی و کمونیست هامون که ادعا میکردن جامعه بی طبقه رو میخوان برای ما بیارن و انقلاب کردن، امروز ایران رو به یک جامعه طبقاتی پر از آپارتاید و تبعیض تبدیل کردن. جامعه ما زن و مرد با هم در برابر قانون مساوی نیستن، اقلیت های مذهبی در برابر قانون مساوی نیستن، سید طبق شریعت شیعه حقش از شما بیشتره. تمام این جامعه ما که پر از تضاده، دقیقاً تفاوت کلی داره با آنچه که در دوران پهلوی بود. دوران پهلوی دورانی بودش که ایران داشت آماده میشد تا یک جامعه دموکراتیک به تمام معنا بشه. دموکراسی میوه یک درخته، درختی که کاشته میشه، درختی که از اون به اون آبیاری میشه، از اون حمایت و حفاظت میشه، زمان میخواد تا میوه‌ای به نام دموکراسی رو به شما هدیه کنه. رضا شاه بزرگ اون درخت رو کاشت، درخت رو آبیاری کرد و محمد رضا شاه پهلوی در پرورش اون درختی که نتیجهش دموکراسی میشد کوشا بود. ولی اونهایی که ادعا میکردن برای آزادی میخوان انقلاب کنن، اون درخت رو با تبر حماقت و تعصب ایدئولوژیک خودشون قطع کردن و با چوبهاش آتشی افروختن. از اون چوبهای اون درخت هیزم درست کردن، با اون هیزم آتش ایران رو به آتش کشیدن و امروز جگر من ایرانی و جگر شمای ایرانی داره کباب میشه در اون آتش حماقت و جهالتی که این گروه ها به نام روشنفکر، به نام مجاهد، به نام کمونیست، به نام مصدقی در ایران افروختن. امکان نداشت که نه رضا شاه میتونست در اون زمانی که به قدرت رسید در ایران دموکراسی بیاره. اصلا چرا بگی؟ خود خدا هم اگه از عرشش میومد در ایران، میومد میشست به جای رضا شاه حکومت میکرد، در ایران نمیتونست دموکراسی بیاره. چرا؟ خیلی ساده است. چون شما همونطور که نمیتونید در یک صحرایی پیست اسکی، نرزیدن که عربستان اومده سالون زده، خیلی ساده اسکی کنید، نمیشه. شما در یه جامعه‌ای هم که صحرای بدبختی داره نمیتونید برید لذت دموکراسی ببرید. جامعه باید آماده باشه، یک شهروند باید وجود داشته باشه تا شهروند آزاد داشته باشی. من بارها این از الکساندر سولشنیتسین به شما گفتم، برای اینکه شما یک شهروند آزاده داشته باشید باید اول شهروند داشته باشید، برای اینکه یک جامعه مدرن دموکراتیک داشته باشید باید اول یک جامعه مدنی داشته باشید، برای اینکه بتونید آموزش و پرورش ایران رو اول باید آموزش و پرورش رو عرفی کنید، دادگستریتون رو، نقش آخوند رو از رسومات جامعه بزنید، دستش رو ببرید تا بتونید جامعه رو آماده کنید. این دلیل نمیشد که محمد رضا شاه و رضا شاه به اسلام فحاشی کنن. مأموریت اونها همین نبود که دین رو ستیزی بکنن. همونطور که در فرانسه رئیس جمهور فرانسه به پیشواز پاپ میره، به روم حتی میره با خانومش، آقای سرکوزی رئیس جمهور قبلی با خانومش میره به پیشواز پاپ و حتی خانومش هم یه چیزی انداخته روسری، چی بود انداخته روسرش، در حالی که فرانسه کشور لایقه. در آمریکا رئیس جمهورش وقتی میخواد سوگند بخوره دستش رو انجیل میذاره. این هیچ ربطی نداره که آمریکا یا فرانسه الان حکومت اسلامی، حکومت مسیحی یا حکومت مذهبی دارن. متاسفانه بعضی ها خیلی سطحی برخورد میکنن. چون یکی از دوستان در فیسبوک از من در رابطه پرسه گفته چرا مثلا شاه نمیگفت ضد اسلامی یا فلان کار رو میکرد. وظیفه شاه مبارزه با دین نبود، بلکه وظیفه شاه جدا کردن دین از سیاست و حکومت بود. از حکومت ببخشید، چون با سیاست
حکومت، چون دین در اروپا هم الان هست، میتونه در رابطه سیاست اظهار نظر کنه، ولی دست دین از حکومت باید بریده بشه. وظیفه شاه نبود که دین ستیزی بکنه، وظیفه شاه نبود، وظیفه اون روشنفکرانی بود مثل این آقای بهرام مشیری که بعد از 34 سال یادش رفته تا 8 سال پیش میگفت اسلام کاری نداشته باشید، وظیفه احزاب کمونیست ایران بود، وظیفه روشنفکرانی بود مثل رضا براهنی ها و اینها که اینا میرفتن خارج، همشون هم خارج از کشور بودن و تنها کاری که نمیکردن مبارزه با دین بود. تمام این کنفدراسیون دانشجویی ما خارج از کشور بود. اینا نمیتونن بگن شاه نذاشت اونها اسلام رو افشا کنن. اینها از آخوندها بدتر تبلیغ اسلام رو میکردن، با اینکه بسیارشون 10 20 30 سال بیرون از ایران دانشجویان تمام مدتی بودن. بعضی هستن به اسم دانشجو 40 سال دانشجویان، ابراهیم یزدی که از اینا بود و امثال اونها. اینا در خارج کشور آزادی داشتن و اینا به دین ستیزی نکردن، بلکه شاه ستیزی کردن. اینها وظیفه‌شون بود. آقایون و خانمایی که خواننده بودن میومدن با میرفتن مواد مخدرشون رو میکشیدن، کارهای ضد شاه میکردن. حالا اسم آقا رو نمیارم چون به خیلی ها بر میخوره، فقط یه اشاره کنم اون که نامش نام یکی از شاهان هخامنشیه و به خاطر مصرف مواد مخدر دستگیر شد، این آقا مرگ بر شاه هم میگفت. ولی این آقا امروز حق نداره ایراد بگیر از دوران شاه. چرا؟ چون خودش کسی بود که تعلقات دینی داشت. این اشخاص بودن نویسندگان ما، خوانندگان ما، هنرمندان ما، روشنفکران ما و جامعه را آگاه میکردن. وظیفه شاه ما دین ستیزی نبود. پهلویس دورانی بود که نه به دین شما کاری داشتن، نه به دین نداشتن شما کاری داشتن. حکومت وارد مسائل دینی نمیشد. برای همینه که من به عنوان یک انسان سکولار و آزادی خواه از اون دوران دفاع میکنم و دروغگویانی که میان در جلوی دوربین با فحاشی، با جملات زشت تاریخ ایران رو با غرض ورزی آلوده تعصبات خودشون میکنن جلوی من نیستم. من روز چهارشنبه هفته پیش برنامه داشتم در تلویزیون ایران آریایی و سر و مثلا وای میستم سر حرفایی که زدم و بعد دیدم گویا در تمون تلویزیون اومدن و در تلویزیونی که اون آقای فحاش کار میکنه یکی دیگه از برنامه گذاران اومد و در همون رابطه صحبت‌های من در پاسخ به اون فحاش هم برنامه گذاشت و برای من جالب بود که اون برنامه بازپخش می‌شد حتی در رسانه ما، ولی خب برنامه من بعضیا ایراد گرفتن. دوستان عزیز، افشاگری دشمنی نیست، افشاگری دوستیه. افشاگری دشمنی با اشخاص نیست، بلکه افشاگری خدمت به مملکت ما و مردم ماست. چرا که سکوت بود، سکوت مرگبار ما در برابر اهریمنان و دروغگویان بود که ایران رو به قبرستان تبدیل کرد. با سکوت ما این مارهای دشمن ایران، این مارهای اهریمنی بزرگتر و بزرگتر میشن. با سکوت ماست که آخوند بزرگتر میشه، با سکوت ماست که دروغ بزرگتر میشه. اگه بخواید دشمن شما بزرگتر و بزرگتر نشه، سکوت نکنید در برابرش. از روز اول بگید، سخن بگید، با بحث منطقی، با افشاگری جلوی بزرگتر شدن دیو دروغ رو بگیرید. روزه جان، کلیپ شماره یک رو پخش کنیم، سرود درفش کویانی و بعد هم آقای دکتر زرتوش ستودر در برنامه‌مون دعوت کنیم. خواهش میکنم.